خب ما یک عقب موندگی جدی در مسکن داریم. این معلوم بشه با آغاز کار دولت ما یک عقب موندگی ما در احداث مسکن داریم. باید سالی 1 میلیون مسکن ایجاد میشد. برخی به من گفتن که از کجا میگی شما سالی 1 میلیون مسکن؟ من عرض کردم هم نیاز کشوره، هم مصوبه قانونی پیش روی ماست، تصویب شده در مجلس که باید سالی 1 میلیون مسکن ساخته بشه. پس هم نیاز کشوره، هم وعده ماست و هم حکم و وظیفه قانونی است. پس 1 میلیون مسکن حتمیه، باید بشود. ما از ابتدای کار دولت پیگیری کردیم که وزیر مسکن دنبال کنه تأمین زمین رو. زمین به میزان قابل توجهی در سراسر کشور تأمین شده. در استان همدان یک مقداری عقب موندگی وجود داشت. یعنی استان همدان در واقع توی رتبه‌بندی‌ها در رتبه‌های آخر قرار داشت. ولی با پیگیری آقای استاندار و پیگیری وزارتخونه و همکاری خود وزارت شهرسازی در استان، وضع استان همدان متفاوت شده و ظاهراً اونچه که من در ذهنم هست در رتبه پنجم قرار گرفته. یعنی از رتبه آخر اومده رتبه پنجم در سراسر کشور. نسبت به تأمین زمین اقدام شده، نسبت به کارهای مقدماتیش اقدام شده و کار مسکنسازی در استان همدان آغاز شده. این کار با سرعت ادامه خواهد داشت. یه پیشنهادی من به وزارت شهرسازی داشتم، به استان هم همینطور، امروزم در سخنرانی عمومی اعلام کردم. جمع‌هایی که خودشون به صورت تعاونی آمادگی دارن برای مسکنسازی زمین ندارن، ما زمین در اختیارشون بگذاریم. تسهیلات چون امکانات مالی ندارن، دستشون خالی است، تسهیلات در اختیارشون قرار بگیره. احیانا اگر دسترسی به مساله هم ندارن، ما مساله هم بتونه در اختیارشون قرار بگیره. من فکر میکنم کار مسکنسازی یک جهش جدی در کشور خواهد داشت. در استان هم راهش اینه. مثلا زوجهای جوان که الان آماده در واقع رفتن به سر زندگی خودشون هستن، دانشجویانی که ازدواج کردن فقط منتظر مسکن هستن، اینا میتونه اولویت هایی باشه در این رابطه و تعاونی هایی که آماده هستن. پس در مجموع من فکر میکنم کاری که در استان همدان انجام شده یک کار جهشی بوده.